60 ساعت پیش و در سحرگاه شنبه 24 دی ماه بسیاری نگران جان مجید کاظمی بودند از متهمان پرونده خانه اصفهان که برخی چهره‌ها گروهی شناخته شده در شبکه‌های اجتماعی همچون صفحه 1500 تصویر یا آتنا دایمی فعال حقوق بشر از انتقال مجید کاظمی به سلول انفرادی خبر داده بودند. در ادامه این مسئله گفتن که ملاقات حضوری با خانواده که برای امروز شنبه بوده لغو شده، بسیاری خطر در واقع اعدام مجید رو اعلام کردن. صفحه 1500 تصویر در این ارتباط نوشت که جمهوری اسلامی میخواد به نوعی با اعدام متهمین این پرونده، به نوعی پرونده سراسر دروغ خانه اصفهان رو سرپوش بذاره. در به روز رسانی هایی که شد بنابر گزارشی که 1500 تصویر در اعدام منتشر کرد اشاره کرد که خانواده مجید کاظمی به مقابل زندان رفتن و در اونجا مسئولان زندان بهشون گفتن که بعد از چند ساعت انفرادی مجید کاظمی رو به بند عمومی منتقل کردن. البته اشاره کرد که اعتمادی به جمهوری اسلامی نیست و خانواده همچنان نمیتونه قطعا تایید کنه که مجید کاظمی از انفرادی خارج شده. به هر سو واکنش هایی داشت انتشار این خبر، از جمله دریا صفایی نماینده پارلمان بلژیک با انتشار فایل صوتی مجید کاظمی که در گزارش همکارم مهتابم دیدید، در اون گفتش که مجید اشاره میکنه که تمام اعترافاتش زیر شکنجه بوده. خانم صفایی در توییت هم که نوشته خطاب به جهانیان گفته که جمهوری اسلامی مجید کاظمی رو به اعدام محکوم کرده. مجید در این فایل صوتی میگه که تمام اعترافاتش زیر شکنجه گرفته شده و هیچ کدوم صحت نداره، جان او در خطر، صدای او باشید. در زمان مطرح شدن این خبر اشاره کنم واکنش هایی که گفتم بوده، بامداد در توییتی نوشت که نمیخوام بار اضافی بر دوش این خانواده ها بگذارم، اما ای کاش خانواده های کسانی که در شرف اعدامن وقتی از همه جا ناامید شدن در مقابل زندان جمع بشن. اینگونه میشه از مردم خواست که پشت خانواده ها بیستن. و اون از اشاره کرده که جان مجید کاظمی در خطره و مجید همکنون در زندان دستگردی اصفهان در بنده. شهریار شمس فعال دانشجوی پیرامون نگرانی از خطر اجرای قریب الوقوع حکم برخی محکومان به اعدام از جمله مورد مجید کاظمی گفتش که ما تجربه کم بودن فاصله زمانی از ابلاغ حکم دادگاه تا اجرای اعدام رو برای مجید رضا رهنورد و محسن شکاری داشتیم. اشاره کنم در مورد مجید رضا رهنورد کمتر از یک ماه از زمان بازداشت تا اجرای حکم زمان برد و گفته که امکان داره برنامه مشابهی برای مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی در نظر گرفته شده باشه. به هر حال این چیزی که فعلا موجه و تایید شده اینه که بر این خطر رفع شده و به بند عمومی بازگشت داده شده مجید کاظمی. اما کاربری با عکسی از او در کارگاه رو منتشر کرده نوشته دست گذاشتن رو افراد زحمتکش جامعه، تو این چهره جز زحمت، رنج و تلاش برای یک زندگی بهتر چیزی نمی‌بینید. این نکته هم نکته از اهمیتی بود، مثل محمد بهتی کرمی که اونیز کارگر بود، مثل محمد حسینی که اونیز کارگر بود. همونطور که در گزارش همکارم مهتاب اشاره کرد، محمد قبادو از دیگر بازداشتی‌های اعتراضات جاریه که نگرانی‌ها نسبت به اعدام قریب الوقوع او در سطح سرخط خبرها بوده. در تازه‌ترین واکنش‌ها ساعتی پیش آنجلینا جولی از شناخته شده‌ترین چهره‌های دنیای بازیگری تصاویری از حضور مادر محمد قبادلو و شهروندان در مقابل زندان رجایی شهر رو به اشتراک گذاشته و به دو زبان انگلیسی و فارسی نوشته. متن رو خدمتتون میگم. او نوشته یک مادر ایرانی برای نجات پسر 22 ساله‌اش محمد قبادلو که در ایران در خطر اعدام قریب الوقوع خارج از دروازه‌های زندان فریاد میزنه. لطفا یک لحظه وقت بگذارید و به صدای دردمند او گوش دهید. من به عنوان مادر فرزندانی همسن با محمد حتی نمیتوانم عمق فقدان و رنج مادران جوانانی که از آغاز اعتراضات زن، زندگی، آزادی، کشته، مجروح یا زندانی شدند را تصور کنند. مادران، ما صدای شما را میشنویم. ما عزیزان شجاع شما را که جان خود را برای دیگران و برای ایران به خطر میاندازند فراموش نخواهیم کرد. نگرانی ها از خطر اعدام دیگر بازداشتی ها در حالی ادامه داره که واکنش ها به اعدام محمد مهدی یا آزادی کرمی و همچنین محمد یا کیان حسینی همچنان ادامه داره و البته مظلومیت محمد کیان حسینی همچنان در صدر این واکنش هاست. خونچه درباره محمد یا کیان که این روزها بهش میگن می نویسه او 60-70 میلیون تومان از شرکت مرغداری مرغک طلب داشت. همکاراش میخواستن به همین بهونه بتونن به در زندان ملاقاتش کنن.
کنن، اما جمهوری اسلامی اجازه نداد. یکی از دوستاش بهم گفت شرکت مرغک برای بنیاد شهید حتی نتونستیم یه بنر برای سید بزنیم، همه داغونیم، و اشاره کرده که 7 روز از اعدامش گذشت. کاربر دیگری با انتشار عکسی از کیان حسینی نوشت: تو نه قایقی ساخته بودی، نه فیلم نون پختنت هست، نه گیتار زده بودی، نه برات تولدی گرفته بودن، نه فیلم موتور سواریت هست، نه رقصیده بودی، فقط یه سری عکس تو همون دادگاه مزخرفشون ازت بود با اون چشما و نگاهی که غربت ازش میبارید. سیروان کرمی از بستگان محمد مهدی آزادی کرمی هم تصویر جدیدی رو منتشر کرده از این کشته شده جریان اعتراضات جاری. با هم ببینیم.